که قهر و غضب هم این چنینن ملائکه. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. گرچه خدای سبحان همه بینات را برای انسان‌ها معین کرد، اما در اثر ابتلای مردم به احبار و رهبان و سایر مشایخ سوء، بسیاری از حقایق در دسترس مردم قرار نگرفت. لذا در این کریمه فرمود اونها که بینات و هدایت‌های الهی را کتمان کردن به مردم نرسوندن، ملعونن، یعنی از رحمت خدای سبحان دورن. گرچه سبب نزول این گونه از آیات احبار و رهبان و علما یهودن، اما سبب مخصص نیست و خصوصیت مورد نزول مخصص اطلاق یا عموم آیه نیست و هر کسی که حق از حقوق الهی را و علمی از علوم الهی را که نشرش لازم باشد کتمان کند مشمول این آیه است. اصل کتمان، کتمان شهادت یا کتمان حق را قرآن کریم در موارد گوناگون مطرح کرد و مذمت کرد و اون را هم باعث گناه دل شمرد. در بعضی از آیات اصل کتمان را مطرح کرد، در بعضی از آیات اون را به عنوان بدترین ظلم شمرد، در بعضی از آیات اون را به عنوان گناه قلب معرفی کرد، در بعضی از آیات هم اونها را باعث لعنت دنیا و آخرت دانست. اونها که حق را کتمان میکنن هم در زمان حیات ملعونن، هم بعد از حیات ملعونن، هم در دنیا و هم در آخرت ملعونن. بعضی از این موارد در بحث‌های قبل گذشت. در سوره مبارکه بقره، همین سوره محل بحث، آیه 42 که بحثش قبلا گذشت این بود که فرمود ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، که بحثش گذشت. توجه به این آیه و آیات مشابه این آیه 42 سوره بقره بیانگر آن است که کتمان گاهی به آن است که انسان حق را نگوید، گاهی به آن است که حق را به میل خود تفسیر کند. یک وقت اصل آیه را و اصل حکم را بیان نمی کند، یک وقت آیه قرآن را یا آیه تورات و انجیل را به میل خود معنا می کند، باطل را به لباس حق می پوشاند، حقی را به لباس باطل اظهار می کند. این آیه 42 سوره بقره گاهی اصل کتمان را مطرح می کند، گاهی تلبیس را. تلبیس غیر از کتمان است. یک وقت انسان حق را نمی گوید، یک وقت حق را به صورت باطل یا باطل را به لباس حق در می آورد به بیان می کند. یکی کتمان است و دیگری تلبیس. هر دو را جامعشون به عنوان کتمان در بر میگیرد. در تفسیر کتمان این آیه 42 نقش دارد. در همین سوره مبارکه بقره کتمان شهادت را باعث گناه دل شمرد. آیه 283 این است که ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. اگر کسی شاهد یک صحنه ای بود و محکمه عدل تشکیل شد نه محکمه جور، و این شخص شاهد در محکمه عدل حضور پیدا نکرد و شهادت را کتمان کرد، معلوم می شود قلب او معصیت کرده. در همین سوره مبارکه بقره مسئله کتمان شهادت مطرح شد که و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله.
اون آیه 283 سوره مبارکه بقره نازل به کتمان شهادت در محاکم عدل خدا بود نسبت به حقوق مردم. و اما این آیه 140 می‌فرماید اگه کسی شهادت الهی پیش اوست کتمان کند از ظالمترین مردمان به شمار می‌آید. که این آیه در عین حال که اون شهادت قبلی را شامل می‌شود، شهادت درباره وحی و رسالت و نبوت را هم در بر می‌گیرد. اگر کسی شهادت خدا را که در تورات انجیل آمده کتمان بکند و نگوید، شهادتی که پیش او بود از خدا اون را کتمان کرده است. و من اعلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، یعنی شهادت الهی که نزد او بود کتمان کرد و بیان نکرد. این کریمه که مسئله کتمان را مطرح می کند، گرچه مربوط به یهود و نصاراست ولی هم دلیلش عام است و هم روایات هم به عمومیت این آیات شهادت می دهد. آیه 174 همین سوره مبارکه بقره این است که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمرا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. این البته ناظر به اهل کتاب هست. اگر کتاب مخصوص تورات انجیل باشد، این آیه ناظر به علمای یهود و نصارات. و اگر مطلق کتاب باشد کمالا یبعود، شامل همه مشایخ سوء و علمای سوء می شود، خواه از اهل یهود و خواه از اهل نصارا، خواه از اهل ملل دیگر. اگر اون چرا خدای سبحان ناظر کرد اینها کتمان کنند و با این کتمان متاع کمی را تهیه کنند، در شکمشون جز آتش چیز دیگر نیست. یعنی این رشوهی که گرفتن حقیقتا نار است، شعله است و صورتا مال. و این که فرمود و یشترون بهی ثمرن قلیلا، مشابه این جمله در بحثای قبلن بود. نه یعنی اگر مال کم بگیرن، بلکه منظور آن است که دنیا و صورن کم است. اگر همین سلسله جبال طلا باشد و یک انسانی در برابر کتمان حق این سلسله جبال را به عنوان رشوه بگیرد، باز کم است، چون دنیا و صورن نسبت به ابدیت آخرت متاع قلیل است. و یشترون بهی ثمنا قلیلا، اشاره به آن است که اون چی که دین بازان علمای کتاب در برابر کتمان حق دریافت کردن نسبت به مسئله آخرت متاع قلیل است، نه اینکه اونها یک متاع کمی گرفتن. اونها در برابر این کتمان متاع فراوانی گرفتن به حضر ظاهر، ولی متاع فراوان دنیا بلکه کل دنیا نسبت به آخرت قلیل است. که و مل حیات دنیا فل آخرت الا متاع، که این تنوین متاع تنوین تقلیل و تنوین تحقیر است. پس هر که حق را کتمان کند و در قبال این کتمان چیزی دریافت کند، در حقیقت شعله است که دارد می خورد و متوجه نیست. در موارد دیگر از کتمان به این صورت یاد کرده است. آیه سوره آل عمران آیه 71 است که یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. این آیه با همون آیه 42 سوره بقره همسان است و در توجیه معنای کتمان هم کمک می کند. چه این که در آیه 187 سوره آل عمران باز این چه این آمده است که و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. خدای سبحان به کسانی که از علم کتاب برخوردارن اعلام کرد که من از شما تعهد گرفتم که شما اون چرا یاد گرفتید به مردم برسانید. خدای سبحان بر علما این تعهد را تحمیل کرد و از اونها میثاق گرفت که مطالبی را که از وحی آموختن برای دیگران بیان کنند و کتمان نکنند.
و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمرا قلیلا فبئس ما یشترون. بنابراین اینها آیاتی است که مسئله کتمان را به عنوان معصیت کبیره که آتش الهی و لعنت خدا را در دنیا و آخرت به دنبال دارد ذکر میکنند. عمده آن است که در باره کتمان بحث بشود که کتمان یعنی چه. فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. ما یک ادعایی داریم، این ادعا را با اون بینات تثبیت کردیم به نام ادله عقلی و نقلی که در کتاب و سنت آمده. بعد از اینکه اون بینات دعوای ما را تثبیت کرده است، یک سلسله احکام و دستوراتی هم داریم که اینا هدایت های الهی. اون هدایت های الهی به استناد این بینات قابل اجراست. به وسیله بینات، معجزات، ادله عقلی و قطعی ما مردم را متوجه کردیم که به احکام عمل کنند. اون احکام می شود هدایت، اون ادله می شود بینات. گرچه در آیه سوره مبارکه بقره که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان، خواستن از اون کریمه استفاده کنن که هدایت مال توده مردم است، بینات مال خواص است. ولی علی حال بینات به منزله سند این هدایت است. فرمود علما هم موظفن بینات را برای مردم تبیین کنن، همون هدایت ها را و ما برای همه مردم بیان کردیم. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، ما برای همه بیان کردیم یعنی این کتاب را برای هدایت همه مردم فرستادیم، همه را هم دعوت کردیم. فراگیری علوم الهی را مخصوص به نژاد و قوم خاص ندانستیم، نه خصوصیتی را شرط فراگیری علوم الهی دانستیم، نه خصوصیت مقابل را مانع فراگیری علوم الهی دانستیم، بلکه این کتاب را برای هدایت بشر نازل کردیم و همه را هم دعوت کردیم. هدن للناس گاهی تعبیر این است که للعالمین نظیرن، گاهی تعبیر است که ذکرال البشر و ماننده. و این معنای مردمی بودن هدایت است، جهان شمولی بودن هدایت است. عده‌ای در بین مردم اون ذوق را، اون شوق را، اون فکر را، اون توفیق را دارن که مراکز علمی راه پیدا کنند و از علوم الهی بهره برداری کنند و عده این توفیق را پیدا نمی کنند. ولی کتاب برای همه مردم بیان شده. اونها که توفیق این را پیدا کردن که مراکز علمی راه پیدا کنند و از علوم الهی آشنا بشوند، وظیفه اونها تبلیغ و تعلیم است. چیزی که خدای سبحان در کتاب آسمانی گفته است برای مردم لازم بود و اگر لازم نمی بود بیان نمی کرد. و اگر تعلم احکام برای مردم واجب است، تعلیم احکام بر علما هم واجب است. این حدیث شریف را مرحوم کلین رضوان الله در کتاب علم کافی نقل کرده که خدای سبحان تعلم احکام را بر مردم واجب نکرد مگر اینکه تعلیم احکام را بر علما واجب کرد. این طور نیست که یاد گرفتن احکام واجب باشد ولی یاد دادن واجب نباشد. این طور نیست که اگر کسی یاد نگرفت معاقب باشد و اگر کسی یاد نداد معاقب نباشد. این طور نیست. در اون حدیث شریف فرمود لأن الحجت قبل الخلق. حضرت فرمود به این که خدای سبحان عالم را قبل از جاهل خلق کرد، حجت خدا را قبل از دیگران خلق کرد. اول کسی که خدا خلق کرد آدم است که حجت الله است، بعد انسان‌های عادی. پس تعلم بر جاهلان واجب است، تعلیم بر عالمان واجب است. این چنین نیست یک طرف تعلم واجب باشد و از اون طرف تعلیم واجب نباشد. هر چه که مورد نیاز است و خدای سبحان بیان کرد نباید اون را کتمان کرد. البته اینها واجبات کفایی. کتمان گاهی به آن است که انسان اصل حق را نگوید، خواه بینات را کتمان کند اونجا که بینات باید بیان بشود، خواه هدایت را کتمان کند اونجا که هدایت باید کتمان بشود. ادله‌ای که مربوط به توحید و معاد و صفات حق و وحی و رسالت اینهاست
اینا بینات الهی، باید اینها را به عنوان اصول اعتقادی، مبادی دینی و اصول دین اینها را بیان کرد. احکام الهی به عنوان هدایت است، اینها را هم باید روشن کرد که اون بینات ضامن اجرای اون هدایت است و سند اون هدایت است. به احترام اون بینات اون هدایت ها پذیرفته می شود. اگر جامعه نیازی به بینات و هدا داشت و عالمان دین بینات یا هدا را کتمان کرده اند و نگفته اند و احساس مسئولیت نکرده اند، مشمول این اعلام خطر است. نباید گفت که از ما سوال نمی کنند. باید عالمان این آتش سوال را در جاهلان ایجاد بکنند. اون که جاهل است نمی داند که مریض است. اون که عالم است دو تا کار باید بکند. یکی این که به جاهل هشدار بدهد که تو مریضی، یکی این که به این مرض پاسخ بدهد او را درمان کند. اون که نمی داند مریض است به سراغ طبیب نمی رود، ولی طبیب باید به سراغش برود، به او بگوید که تو مریضی. و همین معنا هم جزء دستورات الهی. بنابراین اگر کسی بینات و هدا را کتمان کرده است، به مقدار کتمانش مشمول قهر خدا. این جمله بعدی که فرمود من بعد ما بیناه للناس، اون تأکید ما انزلناس، یعنی ما که نازل کردیم، ما که برای همه مردم گفتیم. اما گفتن برای همه مردم به این است که پیغمبر بفرستیم، کتاب بفرستیم، جهانی باشد، همه را دعوت کنیم، هیچ شرطی هم قائل نباشیم، هیچ چیزی هم مانع نباشد. انسان بودن شرط است ولا غیر. هر چه است در هر شرایطی، نه ایمان شرط است نه کفر مانع، چون کتابی که جهانی است و همه را دعوت می کند. اگر کفر کافر مانع دعوت باشد که این قرآن مخصوص مسلمین خواهد بود، این چنین نیست. هیچ چیزی شرط نیست و هیچ چیزی هم مانع نیست، فقط انسان بودن شرط است. اگر موجود انسان شد مکلف است و مخاطب است و یا ایها الناس او را میگیرد. پس خدای سبحان فرمود ما این کتاب را در معرض فکر همگان قرار دادیم. عده‌ای که توفیق یافتن با این کتاب معروف شدن، باید این بینات را و اون هدایت ها را برای مردم تشریح کنند. یعنی نگوید اونجا که باید بنویسد ننویسد، اونجا که باید بگوید نگوید، اونجا که باید سوال جواب بدهد ندهد، اونجا که باید تعلیم ابتدایی کند نکند. نه اونا که دین الهی را کتمان کردن، یعنی احکام الهی را کتمان کردن و نگذاشتن به دست مردم برسد، سر از کفر در می آورد. نه، این علماء یهود که خودشون پذیرفتن، منتها چون بعضی از احکام را کتمان کردن گرفتارین، جلوی اصل دین را می گیرن، جلوی اصل دین را گرفتن است. اونگاه فرمود من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. علمای یهود و مشایخ نصارا مبتلا بودن به مصداق کامل این آیاتن، برای اینکه نگذاشتن اون مسیحی ها و یهودی ها مسلمان بشن. هم بیناتی که مربوط به رسالت خاتم الانبیا علیه آلاف و تحیط و سنابود کتمان کردن، هم احکامی را که مطابق میل سنادید اونها نبود اونها را هم کتمان کرد. گاهی کتمان به این است که انسان حق را نگوید، گاهی آن است که به میل خود تفسیر کند. این همان است که تلبسون الحق بالباطل تأییدش می کند. آیه 42 همین سوره مبارکه بقره تأیید می کند که یک نحوه از کتمان آن است که تلبیس کنند حق را به صورت باطل و باطل را به صورت حق بیان کنند. یعنی اون چه که حکم خدا نیست اون را به عنوان حکم الله بیان کنند و بالعکس. فرمود ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. این البته سرانجام به نبض کتاب خدا وراء ظهر برمیگردد، چون که در همین سوره مبارکه بقره آیه 146 که بحثش قبلا گذشت این چه این آمده الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اینا با اینکه رسالت را و رسول را میشناختن معذره کتمان کردن.
اینها با اصل دین مخالفند. البته اگر کسی با اصل دین مخالف نباشد، با فروع دین مخالف باشد، معصیتش در حد فرع دین باشد، نه انکار، او خلود ندارد، چون که بعدا خواهند فرمود. کتمان در بعض از روایات هم آمده است که اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر دینه و الا فعلیه لعنت الله، که همون لعنتی است که از همین آیه کریمه استفاده شد. فرمود اگر بدعت ظاهر شد، عالم باید علمش رو اظهار کند، و اگر در این زمینه که بدعت ظهور کرد عالم علمش رو اظهار نکند، مشمول لعنت خدا. که این شمول لعنت را از همین آیه استفاده کردن. از این روایت شریف استفاده می شود که هر جا بدعت رفت باید اظهارم برود. اگر بدعت در کل جامعه ظهور کرد، کسی در مسجد بین دوستان و هم بحثان خود مسئله را حل کند، این جواب اون بدعت نیست، چون ظاهر حدیث شریف این است که هر جا بدعت رفت اظهارم باید برود. این چه نیست که بدعت در سطح جامعه باشد، انسان به همین چند نفر اکتفا کند، اینا را توجیه کند. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، یعنی هر جا بدعت رفت تا شعاع بدعت شعاع اظهارم باید باشد، تا مردم روشن کنم، نه اینکه شاگردانش روشن کنم، نه اینکه هم بحثانش روشن کنم. خب پس اگر بدعت رفت و در اون زمینه کسی کتمان کرد و علم را اظهار نکرد، مشمول لعنت است. اون حدیث شریف مندرج تحت همین آیه، بیانی از وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا رسیده است. این حدیث را هم مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرد، هم دیگران، که من کتم علمم، البته علم نافع، من کتم علمم، یا از علمی سوال شد و جواب سوال را نداد و کتمه او الجمه بلجام من النار، او را با یک دهنه از آتش در قیامت دهنه می زنن، که اون هم نشانه شمول لعنت است. اصل لعنت یعنی دور از رحمت بودن، چون این صفت فعل است، اون تبعید از رحمت را میگوین لعنت. لعنهو یعنی بعدهو، ملعون یعنی دور. این که خدای سبحان فرمود اگر کسی بینات به هدایت های الهی را کتمان کند، از رحمت خدا دور میشود و ملعونه، یعنی گرفتار عذاب خواهد شد، نه اینکه خدا لفظاً میگوید که لعنتی علیه و مانند اون، همونطوری که به شیطان فرمود لعنت من بر تو، و این همون ابعاد اوست و تبعید اوست از رحمت و اخراج اوست از مکانت و منزلت. اگر لعنت خدا دامنگیر کسی شد، او را از رحمت خودش دور میکند، که لعنت همون بعد از رحمت است. قرآن کریم به زبان فطرت سخن گفت، هیچ کسی نیست که قرآن را نفهمد، حتی ساده ترین انسان و درس نخونده ترین انسان، او هم توان فهم قرآن را دارد، چون قرآن کریم هر مطلبی را که بیان میکند، اون را در این حال که با ادله عقلی تبیین میکند، در این حال که با معارف بلند بیان میکند، به صورت مثل هم ذکر میکند. اگر در همون سوره یا در کنار همون آیه مثل ذکر نکرد، در آیات دیگر، در سور دیگر مثل ذکر میکند، طوری که همگان بفهمند، چون با زبان فطرت حرف میزند همه میفهمند، چون گاهی به صورت مثل بیان میکند، کسی نمیتواند بگوید من این مطلب قرآن را نمیفهمم. و کسی که از علوم قرآنی با خبر است یا علوم تورات انجیل مستحضر است، اگر شنونده او در حد هستن که با حکمت و برهان باشد، خب ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، و اگر در حد متوسط است که با موعظه حسنه دعوت میکنن، و اگر اهل پذیرش و مقدمات مسلم است با جدال احسن او را دعوت میکنن. همه این راه ها را قرآن کریم فراراه یک انسان مبلغ و معلم گذاشت، تا به پیامبر علیه آلاف و تحیط و سنا اقتدا کند و هر کسی را به اندازه استعدادی که در او دعوت کند و حق را برای او روشن کند. جامعه بی سواد اگر چون چه فریب دیگران را می خورند، به هدایت
راهنمایانم مهتدی میشوند. به هر اندازه که دیگری میتواند شبهه القا کند، به همون اندازه عالمان دین میتوانند اونها را مهتدی کنند. رحمت عامه تو جهنم هم هست. لعن کاتمین، بله دیگه، فهمون یلعنه هم اللاینون، مؤمنین صالح. این که ما در زیارت عاشورا یا غیر زیارت عاشورا میگویم شاید و تابت، این همون هست دیگه، چیز دیگه نیست. لاینون اونها را لعن میکنن، کسی که حق را کتمان بکنند. فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله. خدا اونها را لعنت میکند، یعنی اونها را از رحمت دور میکند. و یلعنهم اللائنون. در سوره مبارکه احزاب فرمود خدای سبحان و ملائکش بر مؤمنین صلوات میفرستند که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس خدا بر مؤمنین صلوات میفرستد، ملائکه هم بر مؤمنین صلوات میفرستند. صلوات خدا رحمت خاصه است که شامل حال مؤمنین میشود. اما اونها که کاتم حقند، حق را کتمان میکنند، نمیگذارند به مردم برسد، هم مشمول قهر خدایند، هم مشمول قهر لائنینن. ملائکه جز لائنینن، اولیای الهی جز لائنینن و صلحای از مؤمنین جز لائنینن. این لائنین نه یعنی اینها تسبیح دست میگیرن میگن اللهم الان فلان. این لعن لفظی خیلی مهم نیست، یعنی همونطوری که ملائکه مجرای فیض خاصن به وسیله فرشتگان مؤمنین به بهره های معنوی میرسن، ملائکه قهر و غضب هم این چنینن. ملائکه قهر و غضب هم مجاری قهر الهن، باعث میشون که این افراد نه خیر دنیا میبرن نه بهری از آخرت برن. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. بعد از اینکه این اصل کلی را بیان کرد، اونگاه فرمود مردمی که مبتلا به کتمان و تلبیس شدن یا توبه میکنن یا همچنان بر اون عمل سوءشون ادامه میدن. نه قلبا نه، اون که عبادت لفظی. مؤمنین اصولا مجاری قهر خدای سبحانن که اشد علی الکفارن، به وسیله اینها قهر و عذاب الهی به کاتمین میرسد. این لازم نیست لفظاً بگوید. نه عیب ندارد، این دستورم هست، دستورم هست، نه تنها عیب ندارد دستورم هست. ولی منظور آن نیست که اینها زبانی لعن کنند، چون فرشتگان را هم شامل میشود و لعن فرشتگان همون تبعید رحمت است، نظیر صلوات. نه یلعنهم الله که خدا لعن میکند که لفظی نیست، پس ظاهر در جور دیگه است. بنابراین این که فرمود خدا اینها را لعن میکند و لائنون لعن میکنند، یعنی خدای سبحان و مجاری قهر خدا بر اونها قهر روا میدارن، اونها را از رحمت الهی دور میکنن. نظیر اون چه که درباره مؤمنین آمده که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این لعن همون اثری را دارد که صلوات مقابل اون این اثر را دارد. صلوات برای آن است که مؤمنین را نورانی کنند، این لعن اون اثر را دارد که اینها که ظلمانیان ظلماتون بعضها فوق بعض کنن. این که توفیق توبه از یه عده گرفته می شود در اثر همون قهر خداست. مگر کسی که اوائل امرش باشد و توبه کند، منتها چون این خیانت به حق الله و حق الناس بود، توبه کردن اون به این نیست که بگوید استغفرالله و توبه لی. توبه کردنش آن است که هر جایی را که فاسد کرد اصلاح کند، هر جایی را که کتمان کرد تبیین کند، هر جایی را که تلبیس کرد بیان کند. فرمود الا الذین تابوا
و اصله و بینو. این کار کار سنگینیست البته. اونگاه فرمود فاولئک اتوب علیهم و ارد تواب الرحیم. اگر کسی پا روی همه اغراض نفسانی بگذارد، پا روی همه سنت های باطل خود بگذارد و اقرار کند که من بد کردم و همه نوشته های خود را اصلاح کند، به آب بریزد، همه گفته های خود را ابطال بطلانش را اعلام کند، بگوید من بد کردم، اون چیزا کنون گفتم خلاف بود، اصلاح کند و بیان کند، اونگاه خداست که می فرماید در اینجا من با رحمت خاصه با او برخورد میکنم. شما هیچ جای قرآن این لحن رو ندارید که خدا فرمود اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. در موارد دیگر درست یقبل و توبتن عبادهی. خب اگه کسی معصیت کرد توبه کرد فرمود یقبل و توبتن عبادهی، نه اون توبه خیلی دشوار است، نه اون رحمت خیلی پربار، این رحمت متوسطی. اما اگه کسی واقعا بیاید پا روی همه سنت های باطل، پا روی همه شیطنت ها، پا روی همه غریزه های نفسانی بگذارد، بگوید اون چه من گفتم اشتباه بود، باطل بود، تلبیس بود، کتمان بود و حق چیزی دیگر بود، اینجاست که در سراسر قرآن به عنوان نمونه خدا فرمود فاولئک اتوب علیهم، من بر اینها توبه روا می دارم، من بر اینها منعطف می شدم و انا التواب الرحیم. والحمد لله رب العالمین.